درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. بعضیمون انواع و اقسام شهوات و گوناگون ما رو مجذوب خودش میکنه، گاهی غافلیم از اینها، خیلی اوقات غافلیم از این خصوصیات. اشاره علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش در روز پنجشنبه 26 مرداد 1402 17 اوت 2023 به انواع و اقسام شهوات که مسئولان نظامش را مجذوب خود می کند قطعا بی دلیل نبود. گرایش های گوناگون گمراه کننده و اینا هست، همه اینجور غیر از معصومین. اینکه رهبر جمهوری اسلامی بخشی از سخنرانیش برای فرماندهان ارشد سپاه را به موضوع شهوات اختصاص داده قطعا به خاطر اخبار و حوادث هفته های اخیر در ایران بوده. انتشار تصاویر و ویدیوهای مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی رئیس کل اداره ارشاد گیلان و مبتکر طرح حجاب و عفاف در این استان و رابطه جنسی حجت الاسلام مهدی حقشناس معاون نماینده خامنه ای در استان گیلان و مسئول امر به معروف و نهی از منکر با باجناق روحانیش در میان افکار عمومی ایران جنجال زیادی به پا کرده، به ویژه به این خاطر که افشاگری در رابطه با این افراد درست در زمانی انجام شده که حکومت در تلاش است تا به هر شکلی که ممکن است با مقاومت زنان و دختران ایرانی در قبال حجاب اجباری مقابله کند و در این راه نیروهای آتش به اختیارش را برای حمله و تعرض به زنان و دختران در خیابانهای شهرهای مختلف بسیج کند. حالا شما ملاحظه کنید یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاهه، مخدوش کردن چهره بسیجه. چرا؟ به همین علت، چون سپاه جذابه، چون بسیج جذابه. اکثر مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ترجیح دادند تا درباره رسوایی‌های جنسی اخیر سکوت کنند، به این امید که شاید افکار عمومی آن را به سرعت فراموش کند و متوجه موضوع دیگری شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم که همیشه همه زیردستانش را به کش ندادن مسائل توصیه می کند، نه به صورت مستقیم بلکه به صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرد و از آنها خواست مراقب شهوات و گرایش های گمراه کننده باشند. همه انسان ها در معرض لغزش هم. همه سازمان ها در معرض لغزش هم. در معرض کسالت و تنبلی و مغرور شدن و گرایش های گوناگون گمراه کننده و اینا هست، همه اینجور غیر از معصومین. همه رؤسا، همه مدیران، همه رهبران، همه فرماندهان، همه ما، همه ما در معرضیم. پس نیازمندیم به خود حفاظتی در درجه اول، نیازمندیم به پاسداری از خیش. این پاسداری از خیش در فرهنگ قرآنی اسمش تقواست. تقوا یعنی همین، یعنی پاسداری از خیش، مراقب خودمون باشه. این وظیفه سازمان به عنوان سازمانه، وظیفه شخصی به عنوان یکایک که ماست، من، شما، 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 شما. یکی از کارهای مهمی که همواره باید مورد توجه ما باشه همین حفاظت از خود. ما ضعف‌هایی داریم، هر انسانی در درون شخصیت خودش ضعفی داره، گاهی اوقات این ضعف‌ها
در لایه‌های درونی ذهن انسان و وجود انسان و روح انسان پنهان میمانه، یک جا فرصت بروز پیدا میکنه و بروز میکنه. بعضیمون عشق به پول داریم، بعضیمون عشق به مقام داریم، بعضیمون انواع و اقسام شهوات گوناگون ما رو مجذوب خودش میکنه. گاهی غافلیم از اینها، خیلی اوقات غافلیم از این خصوصیات. یک جای موقعیتی به وجود میاد، این بروز پیدا میکنه، ما رو مغلوب خودش میکنه. اگر مبارزه نکنیم ما رو مغلوب خودش میکنه. ما رو زمین میزن، باید پاسداری کنیم از خودم. علی خامنه‌ای به همین خاطر از مقامات سپاه خواست در درجه اول و پیش از پاسداری از کشور و مردم از خودشان پاسداری کنند تا رسوایی‌های مانند رسوایی‌های اخیر تکرار نشود. در همین زمینه توجه کنیم که بعضی از قشرها هستند که اگر خطایی از اونها سر بزنه خدای متعال این رو دو خطا حساب میکنه. ما معممین از این قبیلیم، خطای ما دو تا خطاست. رهبر جمهوری اسلامی که هنوز تصور میکند قادر است با تحریک احساسات مذهبی ثقتی ها و حق شناس های اطرافش مانع از بروز رسوایی های جنسی جدید شود، گفت روحانیون و سپاهیان اگر خطا کنند دو برابر مجازات میشوند. کار خوبم اگر بکنید دو برابر به شما باداش میدیم. شما سپاهیان هم همینجوری، شما هم اگر چنانچه کار خوب بکنید دو برابر پاداش میگیرید، یکی پاداش خودتون کار خوب، یکی پاداش الگو شدن برای دیگران. ما معممین هم همینجوری دو برابر. از اون طرف اگر چنانچه خطایی از ما سر بزنم همینجور، یک گناه، گناه خود گناه، یک گناه برای آثار بیرونی که این گناه ما داره، به این باید توجه کرد. اما رهبر جمهوری اسلامی بخش دیگری از سخنانیش را به توجیه سیاست‌ها و تفکرات شخصیش اختصاص داد. طبق اعترافات خود علی خامنه‌ای در این بین حتی اطرافیانش هم بر این باورند که او در سیاست خارجی صرفاً بر دشمنیابی و دشمن تراشی تمرکز می‌کند. خامنه‌ای برای دفاع از کارخانه دشمنسازیش گفت تفکراتش در اسلام و قرآن ریشه دارد. نظام سیاسی اسلام با ظلم مخالف، خیلی ساده، با ظالم مخالفه. دستور داره کون آل ظالم خصمن. خب اگر یک سیاستی در دنیای دستگاهی، در دنیای قدرت، در دنیا بر اساس ظلم بنا شده، خب معلومه با این نظام مخالفه، چون میدونه این خصمشه. البته از دید خامنه‌ای ظلم و ستم اگر نسبت به مردم ایران باشد قطعا حلال و مشروع است، چون خواست نماینده خودخوانده خدا و امام زمان است. نظام اسلامی با دست درازی کردن به منافع ملت ها مخالفه، حتی اگر در عقیده و رفتار همسان هم نباشند. ولا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلو. البته اینکه نظام اسلامی به منافع ملت خودش دست درازی می کند و ملت خودش را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و روحی و روانی قرار می دهد حتما از دید خامنه‌ای حلال و مشروع است. نقطه بعدی، نظام اسلامی معتقد به کرامت انسان است، انسان به ما هو انسان، نه انسان فلان منطقه، انسان فلان نژاد، انسان فلان رنگ. سیاه منطقه سیاه پوست هم بنی آدم،
تنها کسی که از نظر خامنه‌ای آدم نیست و باید به شدیدترین وجه ممکن با او برخورد شود، شهروندان ایرانی هستند. زنان و دخترانی هستند که حاضر به پذیرش قوانین مندرآوردی و عصر حجری خامنه‌ای نیستند. نوجوانانی هستند که علیه او اعتراض می‌کنند و صرفاً به خاطر اعتراض در خیابان‌ها توسط نیروهایش به قتل می‌رسند. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. درست در روزی که گزارش شد قدرت خرید مردم در تهیه مواد غذایی در سالهای اخیر به نصف کاهش یافته، خامنه‌ای میگوید ما به قله‌ها نزدیک شده ایم. اعتماد باید وجود داشته باشد. نمیگم انتقاد نباشه. انتقاد همراه... سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.